خب این اولین جلسه از آموزش نستعلیق است، روش آموزش آسان. در اولین جلسه ما قلمگذاری رو کار میکنیم. قلمگذاری اصطلاحی است که من برای زاویه قرار گرفتن قلم روی کاغذ یا هر سطح دیگری به کار میبرم. در خط نستعلیق هر حرفی و هر کلمه‌ای با یک زاویه ثابت شروع میشه. اون زاویه ثابت با خط افق یک زاویه 60 تا 65 درجه ایجاد میکنه. یعنی الان این زاویه ای که اینجا هست باید بین 60 الی 65 درجه باشه. بهترین حالتش 63 و 63 و نیم درجه هست. اولین کاری که ما برای آموزش نستعلیق و یادگیری عملی نستعلیق باید انجام بدیم این هست که این زاویه رو بتونیم به درستی روی کاغذ قرار بدیم و اینقدر تمرین کنیم تا دستمون عادت کنه به این زاویه. با یک بار مرکب برداری ما میتونیم چندین بار این قلم گذاری را به صورت صحیح انجام بدیم. خب چه زمانی این قلم گذاری صحیح است؟ زمانی که این زاویه 60 تا 65 درجه همه در همه اینها رعایت بشه، یعنی همه اینها با خطوط موازی با هم تشکیل بدن. ببینید جهت و سمتشون همه با هم موازی است. اگر ما این زاویه رو رعایت نکنیم یک چنین اتفاقی ممکنه بیفته. یکی درست، اشتباه، 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 اشتباه. این نوع قلمگذاری تمرین ما رو دچار اشکال میکنه. پس ما باید زاویه قلمگذاری هامون همه موازی باشن، همه در یک جهت. این کار رو انقدر باید تمرین کنیم تا دستمون عادت کنه. هر وقت هر قلمی رو بر می‌داریم و تا بنویسیم و شروع کنیم به نوشتن نستعلیق باید زاویه قلمگذاری ما همین باشه برای هر حرف و کلمه. پس این یک درس کلیدی است، یعنی برای آموزش و یادگیری نستعلیق به صورت عملی اولین قدم و گرفتن کامل این حرکت است. یاد گرفتن کامل این حرکت، این حرکت را به قدری تکرار می کنیم با قلم های مختلف با اندازه های مختلف تا دستمون عادت کنه. قلم کوچکتر، قلم های بزرگتر، قلم کوچک، قلم بزرگتر و قلم های ریستر. پس اولین درس ما به نام قلمگذاری و اولین مشق ماست.
این کار رو به اندازه تکرار و تمرین میکنیم تا دستمون کاملا عادت کنه. همین اولین جلسه من بگم تمرینات ما زمانی موفق هست که درش تکرار و تکرار به صورت منظم و بر اساس برنامه‌ای که داده میشه، یعنی برنامه‌ای که من میدم کنار هم به صورت منظم روی خط زمینه. چون ما با خط کرسی یا خط زمینه که یک خط افقی در صفحه ما هست همیشه کار داریم، برای همین ما باید از ابتدا برای هر کاری، قلم گذاری چه نوشتن حروف، برای همه این تمریناتمون باید خط زمینه داشته باشیم، یا خط کرسی یا مستر. این رو با رنگ‌های مختلف با اندازه‌های مختلف قلم تکرار کنید تا برسیم به این. پس این زاویه قلمگذاری یک زاویه بین 60 درجه الا 65 درجه. شست درجه تا 65 درجه. تکرار این کار باعث میشه ما دستمون روان بشه. دومین مشق ما نقطه هست. دومین مشق عملی ما نقطه هست. نقطه واحد اندازه‌گیری در خط هم هست. نقطه به سمت راست و پایین. ببینید یک زاویه پایین، یک زاویه بالا، یک زاویه سمت راست، یک زاویه سمت چپ. این نقطه به شکل مربع هست. به شکل مربع. پس نقطه گذاری دومین مشق ما هست. یک قلم گذاری، دو نقطه گذاری. خب این نقطه ها باید مربع باشن و مستطیل اگر باشه درست نیست. در این خط زمینه دقت کنید این نقطه صحیح هست به صورت مربع، این نقطه اشتباه هست چون لوزی هست، این نقطه اشتباه هست چون مستطیله. پس نقطه‌ای که ما باید در نسلی قرار بدیم به صورت کاملا مربع هست. این نقطه در این حال واحد اندازه گیریست، یعنی در خط نسلی ما به وسیله این نقطه همه حروف رو که در درس های بعد خواهم گفت اندازه گیری میکنیم. علاوه بر این بخشی از حروف است. برای تمرین نقطه گذاری با دقت همه را در یک اندازه و کنار هم کار میکنیم. با یک بار قلم گذاری مرکب برداری میتونید چند نقطه رو قرار بدید و این رو هم با قلم های مختلف انجام میدیم. قلم های کوچکتر قلم های بزرگتر به قدری این نکته رو تکرار میکنیم تا بتونیم به راحتی این کار رو با قلم نی انجام بدیم. فراموش نکنیم که در درس های آینده با این نقطه ها بسیار سر و کار داریم. پس نقطه گذاری بسیار مهم هست. اگر این نقطه ها رو مربع نذاریم بعدها در اندازه‌گیری دچار اشکال خواهیم شد.
مثل این وقتی لغزی باشه در اندازه ها دچار اشکال میشیم. این سه نکته لغزی هست. یا اگر مستطیل باشه به این صورت باز هم در اندازه گذاری ها دچار مشکل خواهیم شد. یعنی این نکته کوتاه‌تر، این سه نکته بلندتر هست. پس در نکته گذاری دقت میکنیم، تمرین به اندازه کافی، به قدری که به راحتی بتونیم این عمل رو انجام بدیم. برای نکته گذاری همیشه از اول سطح شروع میکنیم و نکته ها رو قرار میدیم به صورت مربع و در کنار هم. درس اول ما و مشق اول ما و جلسه اول نستعلیق، آموزش نستعلیق همینجا تموم میشه. خیلی ممنونم که توجه کردید. خدا نگهدارتون.